هر دو طرف باید بشینن پای میز مذاکره و کوتاه بیان از موازهشون، بتونن ادامه برجامو ادامه بدن دیگه. نفعش هم به نفع مردم ایرانه، هم به نفع خود آمریکا و جهانه. آقای بایدن هم بالاخره پای میز مذاکره بیان دیگه، باید بیان بشینن، حالا تحریما رو کم کنه، از یه جای شروع کنه، یا قول کم کردن تحریما رو بده به ایران، بیاد بشینه صحبت کنه. والا قضیه برگرده به قبل همون ترامپ، به زمان هم اوباما که داشتن خوب کار انجام میدادن و توافق هم خوب داشت پیش میرفت که ترامپ همه چی خراب کرد، الان باید دیگه درست کنن دیگه. دولت هم به نظر من باید الان درست سال آخرشه، ولی باید استارت کار رو بزنه. دموکرات ها و جمهوری خواه ها تاریخ نشون داده دیگه، راهشون از هم جداه. به نظر من باید الان خوب موقعیه که این دولت جدید اومده، ایران هم بره باهاشون صحبت کنه و بتونن به تفاهم برسن. واقعا مردم دیگه کلافه شدن از دست این گرونی و واقعا دودش تو چشم مردم داره میره. والا نظر من اینه که دولت آمریکا باید تحریم ها رو برداره، بیشتر از این به ما ظلم نکنه. ما خیلی ستم کشیدیم دست این آمریکا. لااقل این رئیس جمهور جدید که اومده یه لطف کنه تحریم ها رو برداره. خب دولت ایران باید به تعهدات خودش عمل کنه دیگه. دولت ایران باید تعهدات خودش عمل کنه، به برجام چیز کنه، تعهدی که برجام داده انجام بده. آمریکا هم برگرده به برجام و تحریم‌ها برداشته بشه که همه با هم دیگه دوست باشیم، مملکت خوبی داشته باشیم. باید راه بیاد، باید این تحریم‌ها رو برداره، داره ظلم میکنه به ایران و دیگه باید مذاکره کنن، به این نتیجه برسن که راه صحیح رو درست انتخاب کنن. آقای بایدن یه خورده میانه رویش بیشتره، باید مذاکره کنن، به یه نتیجه برسن که هم برای کشور خودشون که اون چی میخوام برسن، هم برای ما ایرانی‌ها که این تحریما و اینا برداشته بشه. اگر دولت آمریکا سازش میکنه چی میکنه، خب باید مذاکره کرد و چیز کرد. ما که با دشمنی با هیچ کشوری نداریم که، و هیچی هم بهتر از مذاکره و صحبت چیز نیست که به یه نتیجه قابل قبولی برسن هر دو طرف. به نظر اون چیزی که سازمان ملل گفته، قوانین دنیا گفتن، اونم دولت بایدن باید تایید بکنه، هم به نفع ملت ایران باشه هم به نفع کل دنیا باشه. برگرده سر جای خودش، مجدداً از نو شروع بکنن، صفر بشه مجدداً اون چیزی که باید حق ایران برسه. خستگی در هر صورت تمام دنیا دارن، ایران هم باید داشته باشه. برنگردن سر نقطه اول، مجدداً نشینن صحبت بکنن، مشکلات حل نمیشه به نظر من. اصلا هیچ ربطی به آمریکا و کشورهای دیگه نداره، ما خودمونیم همش. هر اتفاقی که میافته وضعیت مملکت رو داریم میبینیم هممون، چه شکلی هسته، چه جوری دارن مدیریت میکنن، چه شکلی دارن نظارت میکنن. دلار ارزون شدش، بازم قیمت ها همون بود، چطور گرون میشه، همه چی گرون میشه. میچی میگم بهتون، وضعیت اصلا درست نیستش. به نظرم تحریم و گرونی و اینا همش از داخله.